سرخط خبرها، تدارک ارتش اسرائیل برای خروج نیروی زمینی از غزه. افشاگری روزنامه لبنانی درباره طرح موساد برای تروریست رهبر فلسطینی. و هشدار جدی روسیه به آمریکا درباره حمایت از اوکراین. به این مسته خبری از پیک خوش آمدید. تلویزیون اسرائیل کان میگوید که ارتش اسرائیل طی چند هفته آینده خود را برای آغاز مرحله سوم جنگ در نوار غزه آماده میکند که این مرحله شامل پایان حمله زمینی در غزه میشود. کان که در واپسین ساعت جمعه شب این گزارش را به نقل از منابع ناشناس منتشر کرده نوشت، مرحله سوم شامل پایان مانور زمینی در نوار غزه، کاهش تعداد نیروها، استراحت به نیروهای ذخیره، روی آوردن به حملات هوایی و ایجاد منطقه حائل در مرزهای غزه و اسرائیل است. این در حالی است که بسیاری ها در اسرائیل و خارج از آن علت خروج ارتش از غزه را تلفات گستردیان در حملات حماس می‌دانند. منابع خبری اسرائیل روز پنجشنبه هفته گذشته نیز با انتشار تصاویری خبر داده بودند که تیپ گولانی، تیپ پیاده نظام نیروی زمینی ارتش اسرائیل، بعد از 70 روز جنگ در غزه تصمیم به عقب نشینی از این منطقه گرفته است. با این حال برخی از رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده بودند که هدف از خروج تیپ گولانی سازماندهی دوباره نیروها و استراحت کوتاه مدت است. زمزمه ها درباره آغاز مرحله سوم جنگ در حالی در رسانه های رسمی اسرائیل شنیده می شود که مرحله دوم عملیات ارتش هنوز در غزه اهداف اعلامی خود را محقق نکرده است. کابینه جنگی رژیم صهیونیستی در کنفرانسی مطبوعاتی که به تاریخ 18 ماه نوامبر میلادی برگزار شده بود، هدف از ورود به مرحله دوم یا آغاز عملیات زمینی در غزه را ادامه تا دستیابی به پیروزی و بازگردانی ربوده شدگان اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، نیز در روزهای آغازین عملیات زمینی در غزه گفته بود که جنگ تا زمان تحقق اهداف سگانه، یعنی پیروزی قاطع، نابودی حماس و بازگردانی ربوده شدگان و تضمین اینکه غزه تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود، ادامه خواهد داشت. تغییر نرم و تدریجی مرحله دوم و صحبت‌ها از آغاز قریب الوقوع مرحله سوم در حالی شنیده می‌شود که کتایب القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و دیگر گروه‌های مقاومت مستقر در غزه روزانه با انتشار بیانیه‌ها و تصاویر متعدد از تداوم عملیات‌های خود در غزه، از انهدام خودروهای زرهی ارتش اسرائیل و از پادر آوردن نظامیان صهیونیست خبر می‌دهند. شبکه یکان در ادامه گزارش خود همچنین به هدف نچندان تازه اشاره کرده که ارتش اسرائیل همواره به دنبال تحقق آن بوده است. کان می‌نویسد ارتش در مرحله سوم به حملاتی با اهداف مشخص روی خواهد آورد که شامل ترور سران حماس خواهد بود. اهود آلمرت، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، اخیراً در یادداشتی که روزنامه اسرائیلی هارتس را منتشر کرد تحت عنوان توقف فوری جنگ و زنده بازگرداندن ربوده شدگان به همین مسئله پرداخت و گفت نتانیاهو خودش هم می‌داند که نمی‌توان حماس را ریشه‌کن کرد. آلمرت گفته بود نتانیاهو تنها دو گزینه پیش رو دارد و آن اینکه یا با آتش بس موافقت کند و اسرایش در نزد حماس را با یک توافق تبادل بازگرداند، یا جنگ را ادامه دهد به گونه‌ای که این جنگ بدون تحقق هدف نابودی حماس و بدون بازگشت او سرا پایان یابد. روزنامه لبنانی الدیار روز شنبه دوم دیما در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت که دولت لبنان پیام‌های امنیتی در خصوص تصمیم موساد برای تروریست مسئول فلسطینی در خاک لبنان دریافت کرده است و در رأس فهرست ترور معاون رئیس دفتر حماس صالح العروری قرار دارد و دو مسئول دیگر، اسامه همدان، سخنگوی العروری و دبیر کل جنبش جهاد اسلامی، زیاد نخاله هستند. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون روز جمعه رئیس دستگاه اطلاعات خارجی برنار امیه را از پستش برکنار کرد و نیکولاس لرنر را جانشین وی معرفی کرد، اقدامی که به باور بسیاری از تحلیلگران تاوان افشاگری امیه در سفر اخیرش به لبنان بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، خطرات زیاد علیه این رهبران فلسطینی وجود دارد که نیازمند اقدامات استثنایی است. امری که گفته می‌شود رئیس دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه در سفر اواسط آذر
هواپیمای خود به لبنان به مقامات این کشور گوشزد کردند. آمریکا شک و تردیدهایی را در خصوص برکناری او ایجاد کرده و گفته می شود که وی احتمالاً به دلیل افشای این موضوع توبیخ و برکنار شده است. ضمن اینکه پاریس از اقدامات او طی بیش از 2 سال گذشته چه در خاورمیانه، منطقه ساحل در قاره آفریقا چندان رضایتی نداشت. رژیم صهیونیستی که بیشترین سابقه ترور را در سراسر جهان دارد، در طول جنگ کنونی علیه نوار غزه چندین بار از طراحی یک طرح ترور برای حذف سیستماتیک رهبران حماس در سراسر دنیا بدون توجه به پیامدهای دیپلماتیک یا قانونی آن در عرصه بین المللی سخن گفته است. نتانیاهو در روز 22 نوامبر به همراه یوآف گالانت وزیر جنگ و بنی گانتس وزیر مشاور کابینه در یک نشست خبری اعلام کرد که به موساد دستور داده است علیه رهبران حماس از جمله خارج از غزه اقدام کند و تمامی اعضای حماس چه روی زمین و چه زیر زمین، چه داخل و چه خارج غزه همچون مردگان متحرک هستند. اصلاحاتی که چندان به مذاق مقامات امنیتی تل آویو خوش نیامد، زیرا بر اصل مخفی نگه داشتن این موضوع تاکید داشتند. پس از آن نیز رئیس شبک کرونینبار در خصوص طرح عملیاتی ترور سالانه حماس در سراسر جهان و به طور مشخص در قطر، ترکیه و لبنان و داخل فلسطین به سبک عملیات موساد پس از حمله به کاروان صهیونیست‌ها در المپیک مونیخ 1972 سخن گفت و در نشست امنیتی که رئیس موساد نیز در آن حضور داشت تاکید کرد: هیئت دولت برای ما هدفی مشخص کرده است. نابودی حماس، این مونیخ ماست. در هر مکانی آن را انجام خواهیم داد. موسکو به واشنگتن هشدار داده که در صورت سوء استفاده غرب از دارایی‌های بلوکه شده روسیه برای حمایت از جنگ اوکراین، روابط دیپلماتیک خود با آمریکا را قطع خواهد کرد. روسیه هشدار داده است که با تمام قدرت به اقدامات احتمالی کشورهای غربی در توقیف دارایی‌هایش و یا مستقر کردن موشک‌هایشان در جوار مرزهای این کشور جهت حمایت از اوکراین واکنش جدی نشان خواهد داد. به گزارش روز شنبه از الجزیره، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه عنوان کرده که در صورت مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه تحت تأثیر تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب، ممکن است که مسکو هر روابط دیپلماتیکش را با ایالات متحده آمریکا قطع کند. به گفته مقامات روسی، این کشور حتی به استقرار موشک‌های غربی در اروپا و آسیا هم پاسخ خواهد داد. به گزارش اینترفاکس، خبرگزاری دولتی روسیه، ریابکوف آمریکا را تهدید کرده که اگر دارایی‌های بلوکه شده روسیه را به کیف تحویل دهد، مسکو روابط دیپلماتیکش با واشنگتن را قطع خواهد کرد. شورای مقام‌های روسی به غرب در شرایطی انجام می‌شود که کیف برای تداوم عملیات جنگی خود با روسیه شدیداً نیازمند دریافت حمایت‌های مالی و نظامی از جانب غرب است و کشورهای غربی نیز در مورد مصادره بیش از 1 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده روسیه به دلیل تحریم‌های تحت تأثیر جنگ در اوکراین با یکدیگر بحث می‌کنند. معاون وزیر خارجه روسیه عنوان کرده غرب نباید این توهم را در سر داشته باشد که روسیه با دو دست به روابط دیپلماتیک با این کشور چسبیده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در جریان یک نشست خبری عنوان کرده که کشورهایی که دارایی‌های روسیه را تصرف می‌کنند هرگز روی آرامش را نخواهند دید و روسیه به این موضوع می‌پردازد که در مقابل چه دارایی‌هایی از غرب را مصادره کند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.